ما اینجا میخواییم بوغلمون رو مارینید بکنیم. برای مارینید کردنش من دو تا لیمو رو پوستاشو رنده کردم، ریختم توی این ظرف و خود لیمورم آبشو گرفتم ریختم اینجا. یه قالب کره ریختم، به اضافه یه بسته جعفری رو خورد کردم ریختم و چهار تا حبه سیر، چهار تا حبه سیر رو من انداختم، رندش کردم با رنده ریختم اینجا. پس شد کره، پوست دو عدد لیمو و خود لیمو و جعفری، خود لیمورم که آبشو گرفتم ریختم و روغن زیتون. این روغن زیتون رو من اضافه کردم، این جوسش، آبش، این روغن زیتون و آب لیمو و سیر و جعفری و کره و پوست دوتا لیمو کامل رنده شده. خب اینو ما حالا باید مخلوطش بکنیم، یعنی من اینو باید بذارم یک کم گرمتر بشه که خوب مخلوطش بکنم با هم دیگه، این کره و اینا رو. بعد میدمشون داخل زیر پوست بوغلمون، همه اینو میدم زیر پوست بوغلمون. مخلوطش میکنم کاملا. پوست لیمو اینجا نقش خیلی مهم میداره که رنده بشه. کره باید با این مواد کاملا کرش آب بشه و نه اینکه آب، منظورم باید کاملا این کره با این مواد حل بشه. ما اینجا دو تا پیاز داریم، یه پیاز سفید یه پیاز قرمز، نصفشون کردیم و یه دونه قوزه سیرم از وسط نصف کردیم، یه لیمورم نصف کردیم. اینجا هم برگ، ما میگفتیم توی ایران برگ بو اینو داریم، اینجا میگن بیگلیف، و نمک و فلفل سیاه. اینا همه رو میذاریم داخل شکم بوغلمونمون و من بیکن بوغلمون هم گرفتم اینجا. این بیکن های بوغلمون هم میدیم روش داخل شکم بوغلمون. پس اینا همه میرن داخل شکمش که باز بهتون نشون میدم. خب این سیب زمینی ها رو من پوست میگیرم به تعدادی که لازم داریم، به تعداد افراد. چهار تا سیب زمینی رو از وسط نصفش کردم، توی این نمک ریختم، توی آب نمک ریختم و گذاشتم که با نمک آب پز بشه. این رنگ آب به خاطر اینکه نمک ریختم اینطوری شده. زمینیامون که نمیخوایم بپزه، میخوایم نیمه پز بشه، برشون میداریم و یه سوسی رو درست میکنیم، میریزیم توی سس که من این سس رو اینجا دارم درست میکنم. این سسشه که توی این سس من از این برگ اینجا بهش میگن سیج، از این سیج توش میریزم. نمیدونم، من توی ایران ندیدم واقعیت. خب پس این برگ سیجو که من توی ایران ندیدم، نمیدونم بهش چی میگیم، و رزماری که همون مرزه خودمونه، اینا رو ریختم اینجا، و زردچوبه، فلفل قرمز، فلفل سیاه و چهار حبه سیر رو من کوبیدم، با این دستگاه فشارش دادم، چهار حبه سیر رو رنده کردم. نصف استکان روغن زیتون، ببینید این سسشه که مخلوطش میکنم و بعد سیب زمینی ها رو توی این میغلطونیم، بعد میذاریم توی آوان. سیب زمینی ها نیمه پزن، این خیلی خوشمزه میکنه سیب زمینی ها رو. من همونطوری که بهتون گفتم از این سبزی ها آبیشن تازه
توی این سیب زمینی که نیمه کوکه، همونطوری که بهتون گفتم، آبیشن تازه ریختم، سیج ریختم که من نمیدونم به فارسی چی میشه، رزماری که همون مرزه خودمونه، فقط سیجو من نمیدونم که توی فارسی، توی ایران من ندیدم سیجو، نمیدونم. خب این سبزیامون بود که داخل این ریختیم، دوتا لیمو هم پوستشو رنده کردیم ریختیم، روغن زیتون و دوتا آب خود لیمورم ریختیم اینجا، فلفل قرمز، فلفل سیاه و 4 حبه سیر. روغن زیتونشو نسبتا زیاد ریختیم، حدود نصف استکان، و اینو خوب همش زدم. میذارم اینجا، این آماده است که بره توی آوان سیب زمینیام. و اینجا هم من به این هویجا، اینا دو نوع هویج، این هویج زرده و این یکی هم که هویج فرنگیه، اینا هویج محلیه، اینا هم هویج فرنگیه، که من توی اینو از این مخلوط هرب، مخلوط سبزیجات ریختم داخل این، و یه عالمه روغن زیتون. ببینید کف این حسابی چربه، پر از روغن زیتون. خب اینا رو میذارم. حالا پوست اینو من کاملا دادم رفته بالا، پوست اینو با این کاملا دادم بازش کردم که بتونم داخلش از این موادمون بذارم. ببینید از این موادی که اینجا مخلوط کردیم، اینو میدم میره داخل و ماساژش میدم به این شکل زیر پوستش، به این شکل باید کاملا ماساژ بدید. این چون اینجا هوا سرده خیلی ماسیده، معمولا نباید به این شکل ماسیده باشه. ببینید اینا رو میدم داخل پوستش و خوب ماساژ میدم. شاید لازم باشه که از دستتون استفاده بکنید بهتره. این کره ها گرم میشه زیر پوستش، باز میشه و حسابی وقتی میره توی آوان حسابی خوشمزش میکنه و باعث میشه که نسوزه. حالا ببینید این کره ها اینجا چون هوا سرده خیلی سخت باز میشه، باید با دست بازش کنیم. تمام اینو زیر پوستشو کامل من پر از این مواد میکنم. میبینید اینو خوب باید ماساژ بدید که نرم بشه بره همه جا. این شکل این یه قالب کامل کر است. ببینید تمام اینا رو داخل میذارم داخل شکمش. پیاز و این سیر رو با همین پوست میذارم، شستم، اشکالی نداره. این پیاز، یه دونه لیمو با همون پوست فشار میدم خوب بره عقب. این سیر دیگه، پیاز بعدی، لیمو و
این یکی پیاز. باید اینطوری باشه، اینجاش باید بسته بشه. من اینجا رو میبندم، یه خلال دندون میزنم روش، ولی فعلا هنوز میخوام داخل پوست اینو از این موادمون هنوز میخوام بدم زیر پوستش. دو تا از این برگا رو میذارم داخلش. و بقیه رو هر جایی شما میتونید بذارید. خب این نمک و فلفلش هم به این شکل میپاشم روش. اصلا احتیاجی نداره که برش گردونم، همه رو همینجا. حالا بقیه اینم میذارم بره. ببینید اینجا داخل این پوستای اینجا میدم بره. اینا رو میدم بره داخلش همه. خب ببینید همه اینو من دادم. خب حالا از این خلال دندونا، چون این پوستشو من نفهمیدم پاره شد، با این خلال دندونا روشو میبندم. این هم از بوقلمون زیبای ما که فوق العاده خوشمزه میشه. و اینو باید الان 3 ساعت بذاریم توی آوان و بعد 3 ساعت هم باید بیرون در بیاریم که استراحت کنه. بعد اون گریوی که درست میکنیم میدیم روش، با اون گریوی داغ میشه. چون درش بسته است و خوب فویل پیچیدیم، فکر نمیکنم سرد بشه، چون باید 3 ساعت بعد از اینکه از آوان اومد بیرون استراحت کنه. با این روش اگر شما انجام بدید خیلی خوش طعم و خوشمزه میشه، خوشگم نیست، حتی اضافیاشو بعدا میتونید ساندویچ درست بکنید و خیلی مورد استفاده خواهد داشت. خیلی خیلی خوشمزه میشه. هر سال روز کریسمس من مهمون بودم، ولی امسال برای اولین بار سلماز سر کارن و من و ساینا جون باید ترتیبشو بدیم. خب دوستان عزیزم، غذای کریسمس ما آماده است. من الان اینجا
اینا رو از توی آوون در آوردم، حاضر و آماده است. اینم یورکشیر پودینگمونه و بوغلمونمون، هویجامون و سیب زمینیمون. بوغلمون، هویجا، سیب زمینی. بوغلمون رو به مدت 5 ساعت گذاشتم توی آوون با حرارت 180 درجه و بعد 3 ساعتی که گذاشتمش بیرون که باید استراحت بکنه و بعد سروش بکنیم. الان دیگه میخوام غذاها رو سرو بکنم. آوونم داره خبر میده، آخریش میگه من آمادم. خمیده شدن اینا رو از اینجا کاتشون میکنم. ببینید اینا هنوز خوبن، ولی اینایی که خمیده شدن مثل این از اینجا کاتش میکنم و همینطور. نه اینم هنوز خوبه، ببینید. یا شاید بهتره کاتش کنم. آره این ورزش زیاد چندان خوب نیست. اینا خوبم، اینا همه خوبم. خیلی واقعا گلای با وفایی بودن. اینو که زیاد ورزش تعریفی نداره، اینم کاتش میکنم از اینجا میذارمشون توی این آب نمامون و اینها به قدری تر و تازه خواهند شد. این یکی هم همینطور. بعد 2 ساعت دیگه میبینید که اینا چقدر تر و تازه خواهند شد. خب این یکی هم که دوست عزیزمون گفته بودن اینا رو کاتش بکنیم از اینجا و توی خاک بذاریم و روشو پلاستیک بذاریم. اینو فعلا میذارم توی این گلدون که این کار رو بکنم ببینم چطور میشه. این یکی هم همینطور از اینجا کاتش میکنم میذارمش توی این گلدون که فردا ببرم بیرون بکارم ببینم چطوری میشن. خب از این گلامون یه خبر میگیریم. اینا هنوز خوبم، هنوز احتیاج نداره برم داخل آب نما. اینم آب نمامون، اینم از این یکی آب نما. آب نما رو میذارم سر جاش. به به، کلی انرژی خوب و عالی. ساینا جون چیز برد فوق‌العاده عالی درست کرده. حالا دارم توت فرنگی های دسر رو درست میکنم. فقط یه بشقاب لازم دارم. من بهت میدم. بزرگ کوچیک؟ یه بشقاب. یه بشقاب. یه اون گل سرخی ها رو بدم. یکی از این دیسات رو بدم. نه گلیم گلیم. من اینو بگیر که همه سر. از اینا خوبه؟ آره عالیه، مرسی. چه چشم بد. خب بورد منی که درست کردم همه اینا رو از مارکس اند اسپنسر گرفتم. زیتون تازه، انگور، انواع پنیرا. اگه برین توی ولاگ من میبینین وقتی داشتم چیزای اینا میخریدم. اینم پنیره درکو، خیلی خوشمزه است. چیز بود فیوریت منه، واسه هم همیشه سعی میکنم که قشنگ داشته باشه. آره. چیز بورد ساینا خیلی عالیه، خیلی با سلیقه درست کرده. بچه ها واقعا وقتی یک کاری انجام میدن خیلی با سلیقه و زیبا. دست درد نکنه ساینا جون، خیلی خیلی عالیه. چه زیتون هایی.
این سیب زمینی هامون، اینم هویج هامون. یورکشیر پودینگ هامون. این هم غذاهای ما دونه دونه آماده است. میبرمش سر میز تا ببینیم که چطوریه. این هم بوقلمون زیبای ما، من تا اینجا نشون میدم که دیگه پختم، بقیه شو باید برید توی کانال پرژن هانی تماشا کنید. یا سپیده پرژن بانی، مرسی. حالا من چجوری بذارم از پدرت کمک بگیرم؟ خب یه نفری نمیشه. 1 2 3 واو، از این بوقلمون. خب بذار بخواییم چیزاشو نه باشه. آره بالش خوشمزه. خب آبشم بریزیم، بریزیم روش بشنگ آبشو. به بذار توی یه ظرف دیگه. آره بسه. این هم از بوقلمون ما. کریسمس ماست مامی، دستت درد نکنی، چقدر زحمت کشیدی. واقعا همه دیدن توی ولاگ دیشب من که چقدر شما واقعا داشتی سخت کار میکردی، همه اینا رو آماده میکردی. دستت درد نکنی. مرسی. کمکم به ایشون شده. بله مسلمه، همه کمک کردن. ولی ببینید چه بوقلمون باحالی، همه واقعا عالی. و اگر میخواین که کاملش رو ببینید، برین به کانال پرژن بانی و پرژن هانی. این دوتا کامل فیلم گرفتم، میتونین بزنید و کاملش رو ببینید. خب امیدوارم هر جای دنیا که هستین شاد و خندان باشین. اگر از این ولاگ خوشتون اومد لایک کنید و سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون داریم. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار. کریسمستون مبارک. کریسمس مبارک برای همه. سلام دوستان عزیزم. به میز گرد ما خوش اومدین. ولاگ ماس 25 و چه زود 25 شد. واقعا به ولاگ ماس 25 خوش اومدین. همونطوری که میدونین من مرضیه سمایی به همراه دختر عزیزم ساینا سمایی در خدمتتون هستیم و این برنامه ولاگمسمون رو من سلام علیک صبحمون رو ببخشید که امروز دیگه فرصت نداشتم اولش با شما سلام علیک بکنم، مستقیم رفتم توی آشپزخونه، واسه همین الان باهاتون سلام علیک میکنم و این چای خوشمزه رو در کنار دسرای خوشمزه ساینا جون که بعد توی ولاگ خود ساینا تماممون پشت صحنه رو شما خواهید دید. پرژن بانی بچه جاتون خیلی خالیه، خیلی خیلی واقعا خالیه، مخصوصا روز کریسمس اینا ما خیلی دوست داریم همیشه. امروز مامانم واقعا خیلی زحمت کشیدن، انقدر این غذای کریسمس خوشمزه شده بود، چون که بوقلمون واقعا خیلی سخته درست کردنش، مخصوصا چون بوقلمون یه گوشت خیلی خشکی هستش. بعد تو خارجی ها اصلا معروفه که همیشه میگن که بوقلمون انقدر گوشت خشکیه، به خصوص تو انگلیس همیشه میگن که بوقلمون واقعا خیلی خشکه گوشتش و همش هزار تا رسپی های مختلف پیدا میکنن که بگن که چجوری این گوشت رو یکم آبدار و خوشمزه باشه بکنن. و واقعا جوری که مامیم درست کرد خیلی خوشمزه و لذیذ بود. انقدر این آبدار بود، انقدر این لطیف بود این گوش. خیلی دستتون در نکنه، خیلی خوشمزه بود. و همه چیز، بعد حتی منی که ویجتبول دوست ندارم، مثلا سبزیجات دوست ندارم، ولی هویجا رو و اون چیزا چی بود اسمش به فارسی یادم رفت، هویج فرنگی بود و هویجای زرد نمیدونم اینا رو انقدر خوشمزه درست کرده بودی اینا رو مامی، واقعا خیلی لذیذ بود. هویجای طبیعی جای همتون واقعا خیلی خالی بود. بله و من میخواستم بهتون بگم که من در مورد ولادمس یه توضیح بدم.
روز آخر ما بود، ساعت 11:30 شب گذشته بود. من و ساینا جون و بچه ها نشسته بودیم و همینطوری داشتیم با هم صحبت میکردیم. بچه ها به من گفتن، پیشنهاد دادن اینا که مامی یه ولاگ مس بکنه، ولاگ مس بذارم. و من نمیدونستم ولاگ مس چیه. گفتم که قانونش، مامی فکر کردن که درک و ولاگ مس هستش که تا آخر ماه بعد بذاری، با اینکه نه، ولاگ مس هر روز یک ولاگ میذاری تا روز 25 که میشه کریسمس دی که امروز هستش. بله، واسه همین امروز دیگه روز آخر ولاگ مس مامیم هستن. و باورتون نمیشه من چطوری متوجه شدم. آره، ناراحتم هستش که نمیشه شما رو هر روز ببینیم. توی آشپزخونه بودم، گفتم که من باید یکم جمع جور بکنم چون باید واسه فردا آماده بکنم. گفتن نه دیگه، ولاگ مس امروز آخرین روزش بود، تموم شد. من شوکه شدم، گفتم خب اینو به شما هم بگم که شاید من توضیح داده بودم که تا آخر دسامبر، ولی مثل اینکه امروز آخرین روزشه و باید باهاتون خداحافظی بکنم. فقط خواستم بهتون بگم، وقتی یادته وقتی شما پیشنهاد دادی، من گفتم که اصلا غیر ممکنه. الان یک روب مونده به 12، یعنی از یک روب دیگه میشه اول دسامبر. من چطور میتونم این کارو بکنم؟ اصلا من این خواستن توانستن بچه‌ها. من این حرف از مامانم یاد گرفتم، همیشه هر چی که دلتون میخواد مطمئن باشین که اگر یک انسان دیگه ای میتونه انجام بده، شما هم میتونید انجام بدین. و من به اینا گفتم نه. بعد که اومدم بخوابم با خودم فکر کردم که از من بعیده، چرا من باید بگم نه من نمیتونم؟ در هر شرایطی و در هر شکلی من معتقدم که شما میتونین هر کاری که دلتون میخواد میتونین انجام بدین. صبح بلند شدم گفتم من میخوام ولاگ مس رو بذارم. گفتن واقعا؟ گفتم آره، چرا که نه، من میتونم و انجام میدم. شاید باور نکنید، بعضی روزا بود که بسیار واقعا سخته، چون که ببینیم پشت صحنه شه که سخته، چون که همزمانی که همین ویدیویی که ما برای شما میذاریم، ما بعد این ویدیو رو ادیت کنیم، چون بینش یه قسمت هایی هست که خالی میذاریم. میدونی مثلا من شاید الان از همین میز پاشم، بعد یه لحظه گاز روشنه برم، زود برم گاز رو خاموش کنم، بعد دوباره میام میشینم. این قسمت ما ادیت میکنیم که وقت شما رو نگیره این قسمت های مختلف رو. و گاهی اوقات هم آشپزخونه آماده است تا میام فیلم بگیرم، یهو خب یکی از بالا میاد. زمان لاکداون بود که ما شروع کردیم، یکی از بالا میومد گرسنه‌اش بود، میخواست یه چیزی بخوره، من که نمیتونم. بعد دوباره بعد همه چیز رو تمیز کنی، که خب معلومه میخوای تمیز کنی، چون همه تو آشپزخونه ما با ما هستن، مهمون ما هستن، ما هم مهمون شما هستیم در همین زمان، و دوست داریم که همه چیز شکلش به اون حدی که میتونیم خوب باشه. ولی خب همزمان خیلی با اینکه این ولاگ مس رو انجام دادی مامی، معلومه که خیلی بهت خوش گذشته بود، چون که واقعا امروز ناراحت بودی که آره من شوکه شدم، گفتم ای وای روز آخر بود، چون عادت کردم هر روز با شما باشم، هر روز این چای رو کنار شما بنوشم. ولی خب ببینین، هنوز این برنامه هستش، هنوز هر روز نیستش، برنامه شما عوض شده. میشه برنامه جدید رو به همه بگین چجوریه؟ بله، ولی با توجه به اینکه من یه دفعه الان متوجه شدم که ولاگ مس امروز روز آخرشه، شاید یه تغییر کوچولویی در برنامه‌ای که الان به شما اعلام می‌کنم داشته باشم. ولی برنامه ما اینه که بعد از این یک روز در میان سعی می‌کنم که حتما براتون فیلم بذارم، و یک روز در هفته روزهای شنبه رو من انتخاب کردم، چون من زبان فارسی آموزش می‌دادم برای عزیزانی که خارج از کشور هستن و دوست دارن زبان فارسی یاد بگیرن، برای بچه‌هایی که اینجا براشون مقدور نیست و میخوان فارسی رو یاد بگیرن، پدر و مادرها خیلی ببخشید وسط حرفتون، این صدای پشت آتش بازیه که همسایه ها، چون که امروز شب کریسمس هستش، همه دارن آتش بازی میکنن. دوستم میخواستم وسط حرفتون اینو بگم. و برنامه ما بعد از این سعی میکنم که یک روز در میون باشه، و هفته یک روزم تلاش میکنم که روزهای شنبه زبان فارسی رو درس بدم. حالا ممکنه شاید روزش بنا به درخواست شماها عوض بشه، یا خودم فکر کنم جا به جاش بکنم. زبان فارسی متاسفانه معلمی کلاس اول من نبودن، که واقعا آرزون بود که معلم کلاس اولم می بودن، نه چون که مادرم هستیم، ولی به خاطر اینکه همه شاگرداتون رو خیلی هاشون رو دیدم، یکیشون سپیده هستش،
بعد چند تا از دوستای سپیده از طریق کلاس مامانم باهاشون دوست شدن. از دوستای سپیده انقدر اینا فارسی نوشتنشون زیباست و انقدر قشنگ میخونن که من خیلی موقع وقتی یه کسی برای من یه چیزی نوشته میدم به اینا برام ترجمه کنن، میگم این دقیقا چی نوشته، چون من نمیتونم درست بخونم، چون متاسفانه معلم کلاس اول من واقعا خوب نبود و در لندن. آره در لندن. خب معلومه همه میدونم من تو انگلیس درس خوندم، ولی معلم کلاس اول من واقعا خوب نبود در لندن و آرزوم بودش که در یه سن یا حداقل میتونستم یه جوری به مامانم اون موقع بگم که نتونستم، ولی واقعا مامانم خیلی معلم خوبی هستش. حالا خودتون خواهید دید که چقدر خوب فارسی درس میدن و فکر میکنم که این برنامه‌ای که گذاشتیم ما برای فارسی هفته یک بار برای همه، خیلی فکر میکنم این ایده خوبی هستش، چون که انقدر آدمایی هستن تو دنیا که ایرانی هستن و دوست دارن بچه هاشون فارسی بنویسن، بخونن، حتی صحبت کنن، ولی شاید براشون مقدور نیستش که برن دقیقاً کلاس. و از همه مهمتر این که اون روشی که من درس میدم روشی هست که خودم خیلی قبول دارم و فکر میکنم که با متد جدید که توی ایرانم الان داره انجام میشه، ماها رو من توی مشهد 20 نفر بودن که انتخاب کرده بودن در اون زمان آزمایشی که ببینن این روش چطوری جواب میده، و اون روش الان توی ایران داره اجرا میشه. هر کسی که میشناسین که فکر میکنین که براشون این درس فارسی یاد گرفتن مفیده، خیلی هستم به من پیغام میدن که ساینو جون من دوست پسرم یا دوست دخترم انگلیسیه یا نمیدونم یک از یک کشور دیگه هستش، ایرانی نیستش، و خیلی دوست داره که فارسی بنویسه یا فارسی بخونه یا صحبت کنه. شما میتونین جایی که این میتونه یاد بگیره، واسه این حتی برای اونا هم خیلی مفید هستش که بخوان یاد بگیرن، فقط بچه ها نیستش، برای همه آدمای دنیا که دوست دارن فارسی یاد بگیرن. گفتم که شاید این مژده خوبی باشه که بهتون بدم و خیلی خوشحال میشم که شما به تمام عزیزانی که میشناسید بگید و معرفی بکنید. از شنبه دیگه لطفاً شماها هم این برنامه ما هست، مامیم هستش میزگرد ما، همین که لطفاً 100% بیاین نگاه کنین برنامه تدریس زبان فارسی و به ما بگین که چی فکر میکنین در مورد این، و این برنامه رو به دوستاتون، به خانوادتون، به هر کسی که فکر میکنین براش مفید باشه، مخصوصا موقع این کرونا که همه دارن از طریق آنلاین یاد میگیرن، حتی کسایی تو ایران شاید براشون مفید باشه، واسه همین به ما این برنامه رو برای ما بفرستین به همه و به ما هم بگین که خودتون چی فکر میکنین در مورد این برنامه. anyway ما خیلی بهمون خوش گذشت که با شما بودیم، خیلی و امیدوارم که تو این یک ماه گذشته از این برنامه مامیم خوشتون اومده بود. 25 روز واقعا آلی. خیلی 25 روز عالی بود، خیلی کلی به من خوش گذشت. با تمام وجود تلاش میکردم که خودمو به موقع برسونم و فیلممو به موقع برای اون روز برسونم و در کنار شما باشم. انقدر ما شما رو دوست داریم، انقدر ما پیغامای شما رو میخونیم و واقعا بعضی موقع پیغامات رو میخونیم و واقعا پشت صحنه قربون صدقه شما میشیم. واقعا خیلی دوستتون داریم، احساس میکنیم که اونور دوربین خونه شما داریم، خانواده داریم، دوست داریم، واقعا خانواده داریم، خانواده خیلی بزرگ میزه گرد ما هستین شما و واقعا خیلی دوستتون داریم. anyway تا پس فردا که خیلی دلم براتون تنگ میشه، فردا رو دیگه آف هم استراحت میکنم، مرخصی هم، تا پس فردا میبینم اتون انشالله. امیدوارم که از ولاگمس ما خوشتون اومده باشه، از کامنتاتون خیلی ممنونم، بازم ادامه بدید و نظراتون رو برای ما بنویسید. خیلی دوستتون داریم، خیلی قد دنیا، خدا نگهدار.